تظاهرات و قیام‌های روز جمعه در عراق علیه حکومت مالکی و مداخلات جنایتکارانه رژیم آخوندی. جنبش‌های مردمی در استان‌های بپاخواسته تهدیدات مالکی علیه میدان‌های عزت و شرف را محکوم و بر ایستادگی متحسنین تأکید کردند. طه حمدون سخنگوی متحسنین شش استان: همه میدان‌ها در حال مشورت هستند که اگر دولت مالکی دست به چنین حماقتی زد چه کار کنند و چه اقداماتی انجام بدهند. همه علما متفق القول هستند که همه آنهایی که در میدان‌ها هستند حق دارند که از خودشان دفاع کنند. لذا همه گزینه‌های برای دفاع از خود وجود دارد. تظاهرات روز جمعه مردم عراق در شش استان بپاخواسته با عنوان آرمانمان شایسته قربانی است علیه مالکی و علیه دخالت‌های جنایتکارانه رژیم آخوندی در عراق برگزار شد. تلویزیون الجزیره گفت به رغم تهدیدات مالکی به پایان دادن به تحصن‌ها، تحصن و نماز وحدت جمعه در رمادی برگزار شد. نماز وحدت جمعه همچنین در حالی برگزار شد که مالکی مجدداً تهدید کرد که این هفته آخرین جمعه برگزاری نماز جمعه خواهد بود و چادرهای متحصنین را به آتش خواهد کشید. خطبای جمعه مجدداً بر خواسته های متحصنین و پایداری تا رسیدن به خواسته هایشان تأکید کردند. از سوی دیگر جنبش های مردمی شهرهای مختلف نسبت به تکرار سناریوی قتل عام الهویجه در علمبار به مالکی هشدار دادند. تلویزیون های الفلوجه، بغداد، الرافدین، التغییر، البابلیه، السامرا، الغربیه، الجزیره مباشر اقدام به پخش مستقیم از تظاهرات مردم در رمادی و جلولا کردند. من فاز في الانتخابات لكل من تولى منصب حكم أقول له إن بيننا وبينكم حلقة مقطوعة فأنتم تشاهدون. شیخ سعد فیاض خطیب نماز جمعه میدان عزت و شرف در رمادی گفت ما برای اهدافمان قربانی دادیم، ما برای هدفمان جوانانی در فلوجه، جوانانی در بغداد و مردانی را در موصل دادیم و جوانان و مردان معلولی را در کشتار الهویجه تحمل کردیم. به گزارش تلویزیون رافدین در استان دیالی نیز تظاهر کنندگان بر ادامه تظاهرات و تحصن خود تأکید نمودند و گفتند که تا محقق شدن خواسته هایشان ادامه خواهند داشت. رئیس الوزراء يريد يشعل الوضع ويدخل البلاد في نفق مظلم ويشعل الحرب الطائفية ولذلك لهم كل الخيارات هي مفتوحة للدفاع عن النفس وبالتالي لبقاء هذه الساحات السلمية التي رفع شعار السلمية و به گزارش تلویزیون التغییر محمد طه حمدون سخنگوی متحصنین در شش استان بپاخواسته در پاسخ به تهدیدات مالکی که گفته بود این آخرین نماز وحدت است و میدانها را جمع می کنیم اعلام کرد همه میدانها در حال مشورت هستند که اگر مالکی دست به چنین حماقتی زد چه اقداماتی انجام بدهند. همه علما متفق القول هستند که همه آنهایی که در میدانها هستند حق دارند که از خودشان دفاع کنند. لذا همه گزینه‌های برای دفاع از خود وجود دارد. به گزارش تلویزیون بغداد در کرکوک جنبش مردمی در واکنش به تهدیدات مالکی علیه میدان‌های تحصن اعلام کرد پایان دادن به تحصن‌ها در گروه پاسخگویی به حقوق مشروعی است که میدان‌های تحصن در شش استان به پاخواسته به آن فراخوان می‌دهند. همچنین جنبش مردمی بیجی تأکید کرد که تحصن‌ها و تظاهرات به شکل مسالمت‌آمیز ادامه خواهد یافت و به مالکی در مورد تکرار جنایت الهویجه هشدار داد. یکی از شیوخ عشایر بیجی گفت ما در میدان‌های تحصن در استان‌های ششگانه تهدید مالکی علیه میدان تحصن رمادی را محکوم می‌کنیم. تلویزیون عرافدین در گزارش خود از تظاهرات امروز مردم عراق گفت مردم عراق در شش استان بپاخواسته در نماز وحدت جمعه بر اهداف انقلاب عزت و شرف تأکید کردند.